در آستانه روز کارگر هستیم. طی روزهای اخیر کارگزارای رژیم تحت عنوان هفته کارگر اقدام به سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌هایی در مورد کارگران کردن که تو این رابطه همراه هستیم با وحید صادق تا ببینیم که مواضع کارگزاران رژیم چیه. با سلام به شما، بفرمایید. با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. ببینید الان چند ساله که رژیم آخوندی در دجالگری نسبت به کارگران اقدام به برپایی یک سری نمایش های به اصطلاح بزرگداشت روز کارگر میکنه که توی هیچ کدوم از اینها موضوع حقوق کارگران در مورد اینکه چرا حقوق اونها یک سوم و یا یک چهارم خط فقر هست رو به سکوت میگذرونه. حقوق های معوقه هم که جای خودش رو داره و چرا اینکه بیش از 90% کارگران امنیت شغلی ندارن و در معرض اخراج هستند، یا اینکه چرا در حاکمیت این رژیم آمار سوانح کار در صدر آمارهای بین المللی هست، کارخونه هم که یکی پس از دیگه تعطیل میشن و نیروی فعال کار ایران بیکار میشن، و مهمتر از همه چرا کارگرای فعال سیاسی زندانی میشن و چرا اجازه تشکل‌های مستقل خودشون رو ندارند. ببینید این سوالات و ده‌ها سوال دیگه که اساساً از خود خامنه‌ای تا بقیه سردمداران رژیم سراغ پاسخ به این موارد اساساً نمیرن. خامنه‌ای در صحبت خودش تحت عنوان روز کارگر میگه که از وظایف بزرگ جامعه اسلامی و مسئولان همین است که ارزش کار را برای افکار عمومی روشن کنند. خب میبینید همونطور که میگه در ادامه حرفای خمینی هست، همین حرفا که خمینی هم میگفتش که خدا هم کارگره، از همون حرفایی که برای پاسخگویی به بحرانهای جامعه کارگری ایران در اون نیست. یا شریعت مداری وزیر کار آخوند روحانی هم در سخنرانی پیش از خطبه های نمایش جمعه همین هفته اخیر گفتش که حرفای خود در واقع خود خامنه‌ای رو تکرار کردش، گفت سپاس داشتن روز کارگر یعنی ارزش کار رو متوجه شدن. اجازه بدید به رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم هم که روز 8 اردیبهشت در جمع سرکردگان نیروی انتظامی به خاطر اقدامات سرکوبگرانه این نیرو علیه کارگران تقدیر و تشکر کرد رو براتون بگم. رحمانی فضلی میگه که ما در حوزه اقتصادی مواجه بودیم با برخی از کمبودها و برخی از اعتراضات و نارضایتی‌ها و در حوزه‌های تولیدی هر آنچه در این حوزه به عهده نیروی انتظامی بود که بتونه هم در آرومسازی و ایجاد فضای مناسب و مطلوب و در فضاهای کارگری و تولیدی و هم همراهی اون قسمت ها از وظایفی که نیروی انتظامی میتونست به تولید کمک بکنه انصافا کار خودش رو خیلی خوب انجام داد. بله، یه مورد دیگه که کارگزارای رژیم مطرح کردن به خصوص خود خامنه‌ای موضوع خصوصی سازی کارخونا بود. آیا اینا نکات تازه‌ای بودن یا همون تاکیدات قبلیه؟ ببینید فساد در موضوع خصوصی سازی در رژیم طی ماه‌های اخیر به شدت بالا گرفته، به نحوی که منجر به بیکاری تعداد بسیار زیادی از کارگرها شده. خب برخی از مقامات رژیم هم در وحشت از بالا گرفتن اعتراضات کارگری که از اون به عنوان یک بحران و یک تنش اجتماعی نام می‌برند به وحشت افتادم و این مسئله به نقطه ای رسید که خود خامنه‌ای هم البته به صحنه اومد. خصوصی سازی در واقع همون حاتم بخشی کارخونه ها و معادن و پالایشگاه ها و جنگل ها و بسیاری دیگه از منابع طبیعی درآمدی کشور هستش که به سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای و تحت عنوان ستاد اجرایی فرمان امام و یا آستان قدس و بنیاد مستضعفان و سایر مهره های خود رژیمه که اینها رو تحت امر کامل خود خامنه‌ای هستند و هیچ حسابی هم به کسی اساسا پس نمیدن. مالیات هم که نمیدن، از اونجا که بیشترین تعداد کارگر هم در کارخونه ها و شرکت ها تحت پوشش همین
دست از کارخونه ها هستن و بیشترین فشار استثمار علیه کارگران رو همین باندهای وابسته به خامنه ای در کارخونه ها و شرکت ها انجام میدن. خب در حالی که متاسفانه طی حاکمیت 40 ساله آخوندی هر روز سفره های کارگران خالی تر میشه و گرسنه تر میشن، اخیراً بر اساس برآوردهای کارشناسی سرمایه خود خامنه ای بالغ بر 200 میلیارد دلار برآورد شده که پولهای مردم و از جمله کارگران رو غارت کرده. با این همه مجبور شد به گوشه خیلی کمی از دزدی‌های باندهای وابسته به خودش اعتراف بکنه. خامنه ای میگه که کسانی هستند که دنبال سوء استفاده خودشون هستند. اول سال کارخونه سرپا رو از دولت میخره، حالا به چه قیمتی اون بحث دیگه است. کارخونه رو از بین میبره، ماشینالات رو به فروش میرسونه، کارگر رو بیکار میکنه، زمین رو برج میسازه. باید جلوی اینها گرفته بشه. اینها جزء وظایف اساسی دولت اسلامی است. خب این حرف خامنه ای است که میگه این جزء وظایف دولت اسلامی است. البته خامنه ای این موضوع رو میندازه گردن باند روحانی، ولی حالا شریعت مداری وزیر تعاون و کار آخوند روحانی که پیش از خطبه‌های نمایش جمعه تهران در اردیبهشت 98 میگه که معنی واگذاری کارخونجات تولیدی فقط به افرادی که اونها رو تبدیل کنن به آهنپاره و بفروشن به هر ترتیب باید جلوی اون گرفته بشه. خب خودشون دزد اصلی هستن و آیدوز میکنن. کارخونه هایی که با سابقه های گاهن بالای 50 سال هستند رو با قیمت های بسیار نازل و گاهن 1/10 قیمت به عوامل خودشون تحت عنوان خصوصی سازی میفروشند. البته اون چه که مطلقاً براشون مهم نیست ارزش کار و کارگره و زیر پای این به اصطلاح کارفرماهای بخش خصوصی دارن که هیچ کسی جز آقازاده ها و پاسدارهاشون نیستن. تو صحبت‌های خامنه‌ای و کارگزاری رژیم چه نمونه‌های این هفته قید شد؟ همونطور که گفتم این موضوع ماهاست که روی میز رژیمه. اخیراً هم 100 نفر از نماینده‌های مجلس ارتجاء خطاب به روحانی در اعتراض به عدم عزل رئیس متخلف سازمان خصوصی سازی نامه‌ای رو به امضا رسوندن. تو این نامه تاکید شده که با وجود اینکه پرونده کیفری در خصوص این خیانت بزرگ که سازمان خصوصی سازی در واگذاری تشکل‌ها شده، ولی پوری حسینی که همون در واقع رئیس سازمان خصوصی سازی است ممنوع الخروج شده، اما متاسفانه روحانی و جهانگیری اجازه عزل اون رو نمیدن که در آشکار شدن بسیاری از تخلفات در این حوزه میتونه موثر واقع بشه. یا مصری نماینده مجلس ارتجاع میگه که یک مورد رو واگذار کردند که 1800 میلیارد تومان و یا به نقلی 1400 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که این رو میگه به 170 میلیارد تومان بابت طلب بانک از دولت واگذار کردند. این پالایشگاه سالانه فقط 100 میلیارد سود میداده که همین پالایشگاهی که به 170 میلیارد فروختن، ولی یک مرتبه روی زیان میره و اولین کار هم مسئله اخراج کارگران هستش. بله، اجازه بدین مجموعی از اعترافات کارگزارای رژیم به دزدی گسترده از حق و حقوق مردم به خصوص کارگرها تحت عنوان خصوصی سازی رو ببینیم و بعد من آخرین سوالم رو از شما بپرسم. همیشه هم از ما خواستید ببینیم در سازمان خصوصی سازی چه اتفاقاتی افتاده. البته اینا رو نمونه آوردیم. یک گزارش مثنوی 70 من نمونه چند تاش رو خدمتتون تقدیم می‌کردیم. سازمان خصوصی سازی از ابتدای سال 80 تا پایان سال 96 تعداد 835 شرکت که دارای سهام دولتی بودند را به مبلغ 144731 میلیارد تومان به بخش غیر دولتی واگذار نمودند. قیمت کارشناسی شرکت پالایش بخش
پالایش نفت کرمانشاه حدود 16 17 میلیارد تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری کاهش 70 درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است. یه 70 درصد کاهش داده قیمت پایه رو. که قطعاً با این روال واگذاری که سازمان خصوصی سازی در پیش گرفته، در صورت واگذاری این شرکت بحران عظیم اجتماعی اقتصادی در منطقه مغان و اردبیل به وجود خواهد آمد. سومین بحث، عدم تعیین تکلیف حدود 202,000 نفر نیروی انسانی شاغل در این مجتمع می باشد که در صورت عدم ساماندهی به موقع حقوق و مزایای این عزیزان بحران جدی اجتماعی در منطقه به بار می آید و بوی خصوصی خوری برخی مسئولین به مشام می رسد. و انتقاد دید دارم از سازمان خصوصی سازی که همواره به طول ضرر و زیان بیت المال است و اموال مردم را بدون ملاحظات منطقه‌ای و قانونی به افراد نااهل واگذار می نماید. آقای روحانی، پرونده خصوصی سازی در دولت شما سراسر ابهام است. واگذاری صنعت منحصر به فرد ماشین سازی تبریز که به فردی فاقد اهلیت با تخلفات بسیار و پرونده اخلال در نظام ارضی کشور از مصادیق بارز یک افتضاح بزرگ به شما می رود. به چگونگی واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قبل از آن که این واگذاری هم مثل سایر واگذاری ها و خصوصی سازی دولت تبدیل به یک بحران ملی و فراگیر شود شفاف سازی نمایند. امروز خصوصی سازی در کشور بلای جان کارگران و سرمایه مملکت دولت شده است. امروز کشور جولانگاه نوکیسه ها، تازه به دوران رسیده ها، راند خاران، آقازاده ها، داماد ها، عمه‌زاده ها، خاله‌زاده ها و اقوام و فامیل برخی از مسئولین گردیده. ما متاسفانه 200 نفر از مسئولین کشور مثل اختاپوس ریختن روی جمهوری اسلامی به صورت بخش خصوصی که هر زمانی هم یک مقداری فشار بر اینها وارد بشه کشور را رها بکنن و برن. خانواده هاشان اونور آبها دارن زندگی میکنن. میگن که یک فردی به اسم آقای جهانگیری پشت سر آقای فلان کس که مسئولیت خصوصی سازی را داره هست و حمایت میکنه و پشتیبانی میکنه. جناب فرمانده، در جنگ فرماندهان در جلوی لشکرشان حرکت میکنند. در جنگ اقتصادی جناب عالی کجای کار هستید؟ مردم دارن جان میدهند و سفره های مردم خالی شده است و بیکاری و بیپولی رمق مردم را گرفته است. گرانی سرسام‌آور ستون فقرات مردم را شکسته است. خب اعتراف های سرکرده های رژیم رو دیدیم، اما شما اشاره کردین که این اقدام رژیم در مورد خصوصی سازی قضیه آیدوزده. چرا اینو میگین؟ خب ببینید، بعد از قیام دی ماه 96 که میلیون ها نفر در 160 شهر در کشور شعار مرگ بر خامنه ای دادن، این رژیم مجبور یک سری نمایش ها رو از همراهی خودش با کارگران و مردم نشون بده. اما همونطور که در سال 97 دیدیم، بیشترین اعتراضات سال مربوط به کارگرانی بود که ولایت فقیه تسمه از گردشون کشیده و سفره‌هاشون رو خالی کرده. ملت ایران همچنان که از دی ماه 96 توی شعارهاشون دیده میشد، نسبت به اینکه این مشکلات از کجا ناشی میشه اشراف کافی دارن. بنابراین میبینیم که راه حل رو در اعتراض به باندهای غارتگر این رژیم می‌بینند. تشکیل شوراهای مردمی و افشای مزدوران رژیم در کارخانه‌ها از جمله اقداماتی است که کارگران مبارز و آزاده میهنمون برای نجات خودشون و میهنشون از شر استبداد حاکم انجام میدن. با تشکر از شما می‌پردازیم به ادامه برنامه.